از اینجا من دوست دارم چون من خودم یه سلیقه سیاسی دارم و اون سلیقه سیاسی میگه من انتخاب درست در شرایط فعلی به نظر من اینه، اون سلیقه است، چیز مهمی نیست و در واقع تعریفش هم همون جوری که گفتم، به نظر من انتخاب درست در شرایط فعلی اینه و یک نظر معمولیه. فارغ از این نظر میخوام در مورد این سیستم ها با جزئیات بیشتری صحبت کنم. حرفای من هیچ کدوم معنیش نیست که یک سیستم به سیستم دیگه برتری. همه دوستان و همراهان حاضر در رادیو فرانیوز، امروز دوشنبه 29 خرداد 1402 برابر با 19 جون 2023 در خدمت شما عزیزان هستیم با هیربود هیومن. طبق روال دوشنبه ها که قرار گذاشته بودیم و در مورد واژگان سیاسی در علوم انسانی با شما گفتگو بکنیم، قبل از اینکه ما که در اختیار هیربود عزیز دارم چند تا نکته رو متذکر بشم. دو برنامه گذشته در حال به صورت پادکست بار در اختیار شما عزیزان قرار بگیره. برنامه های روزهای دوشنبه به همین منوال آماده خواهد شد و در اختیار شما برای بازگوش دادن یا بازنش در اختیارتون قرار خواهد گرفت. به همین منظور در زمانی که گفتگو داره صورت میگیره و موضوع داره طرح میشه، ما نمیتونیم مایک رو آزاد بکنیم. حتما از این به بعد روزهای دوشنبه حتما قلم و کاغذ همراهتون باشه، یا اگر فرصت نکردید و سوالی بود باز پخشش رو میتونید هم در اکانت رادیو فرانیوز و یوتیوب که به زودی منتشر خواهد شد گوش بدید و ما حتما در طول هفته روزهایی رو مشخص خواهیم کرد برای پرسش و پاسخ در مورد موضوعاتی که هیربود روزهای دوشنبه با شما به اشتراک خواهد گذاشت. ممنون و متشکرم هیربود جان. امروز میخوای راجع به ساختارهای حکومتی صحبت بکنی، یک خلاصه از صحبتهای قبلی در حد یکی دو دقیقه با بچه ها به اشتراک بگذاری. یه نکته دیگر که خیلی مهم هست، اوز میخوام متذکر بشم، دیدگاه های هیربود از نظر هیربود هست، به زودی کارشناسان و افراد دیگری رو هم میاریم و همین واژه ها و همین گفتارها رو از نظر آنها و ایشان هم با شما به اشتراک میذاریم تا به یک همفکری و هماندیشی مطلوب دست پیدا کنیم. هیربود جان، ما در اختیار شماست. درود و عرض ادب، خیلی ممنون از این موقعیتی که ایجاد کردین تا بشه به این مطالب پرداخت. من واقعا سپاسگزارم از همه دوستانی که توی فرانیوز فعالیت میکنن. بله حسن جان، توی دو جلسه گذشته ما در واقع جلسه اول در مورد بالاهای چپ و راست در سیاست صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بالاهای چپ و راست در واقع به تنهایی خودشون یه معنای کلی دارن ولی معنای دقیقی رو به ما ارائه نمیدن، تا وقتی که ما بیایم در مورد اون ساختار حکومتی یا ساختار سیاسی که این بالاها برش سوار شده صحبت بکنیم و اون رو مشخص بکنیم، چون بالاهای چپ و راست در واقع نوع دیدگاه‌های مختلف نسبت به اون ساختار داره. بنابراین هر ساختار حکومتی یا سیاسی برای خودش هم جناح چپ خواهد داشت هم جناح راست خواهد داشت و اینها با جناح چپ و راست ساختار با ساختار دیگه قابل مقایسه نیست. جلسه قبلی در مورد نظام‌های حکومتی صحبت کردیم و گفتیم که نظام‌های حکومتی از عهد عتیق به صورت پیرامیدی یا هرمی بودن که در واقع قدرت در بالای بالا قرار می‌گیره و به صورت طبقه بندی شده به اقشار مختلف مردم می‌رسید و قشر عامه یا رعیت در زمان قدیم در واقع اون پایین‌ترین قشری بودن که توی این هرم قرار می‌گرفتن و صحبت این رو کردیم که 500 سال حدوداً 500 سال قبل از میلاد مسیح در یونان و روم به طور همزمان فلاسفه و در واقع سیاستمدارهای اون زمان به این فکر افتادن که شکل دیگری از حکومت رو تعریف بکنن که مردم گرایی درش باشه، یعنی دیگه قدرت به شکل هرمی نباشه، از بالا به پایین دیکته نشه، اعمال نشه و مردم در سرنوشت خودشون مشارکت بکنن، که یونانی ها در واقع دموکراسی رو به وجود آوردن که ریشه کلمه لاتینش به معنی حکومت توسط مردمه و همزمان با اونا توی روم جمهوری رو به وجود آوردن، ریپابلیک، که اونم ریشه لغویش به زبان لاتین در واقع میشه اون چیز عمومی. نظام های حکومتی قبل از به وجود اومدن این شکل مردم گرایی رو گفتیم که یا مونارکی بودن، یعنی یک پادشاهی اون بالا قرار گرفته بود و بعد بدنه پادشاهی بود و بعد به بدنه نظامی میرسید و غیره میمد پایین تر. نظام آریستوکراسی داشتیم که در واقع نظام نوابغ بودن، حالا اونجا به جای که پادشاه بالا قرار بگیره یک سری
نوابق حالا علمی نمیدونم عرض به خدمت شما بکنم که به زمان خودش نوابق فلسفی اون بالا قرار میگرفتن، اولیگارشی رو توضیح دادیم که میشد حکومت قشر خاص قدرتمند بر سایر مردم که اولیگارشی و آریستوکراسی اینا تقریبا شبیه هم هستن، و بعد تئوکراسی به وجود میاد از بعد از میلاد مسیح که میشه حاکمیت دینی که باز هم این خیلی شباهت داره به آریستوکراسی و اولیگارشی. معذرت میخوام صدا میذاره گرفته امروز. و بعد صحبت کردیم که توی 100 سال گذشته چند نوع نظام دیگه هم به وجود اومد که یکیش کلونیسم یا همون نظام استعماری بود، در واقع یک کشور قدرتمندی میرفت سلطه میکرد بر یک کشور دیگه‌ای و قوانین اونا رو عوض میکرد و بر اونها حکومت میکرد که نمونه‌هاش رو خیلی زیاد داشتیم، حتی در زمان قدیمتر هم داشتیم. کلونیسم خیلی رنجاور یک نظام بسیار ویرانگره در پاره ای از موارد، مثل داستان کوروش کبیر در زمان هخامنشی ها، که کوروش به حقوق بشر اعتقاد داره و اولین کسی است که در واقع قانون حقوق بشر رو اصلا پای ریزی میکنه، تنها کلونیسمیه که شاید بعد از اون هم بوده نمونه هایی که کمی موفق بودن، ولی تنها کلونیسم موفقیه که در تاریخ ثبت شده، چون میرفته و در واقع ملت ها رو از همون سیستم های هرمی نجات میداده و بهشون حقوق بشر رو اعمال میکرده و اجازه میداده که حالا حاکمیت خودشون رو داشته باشن، مذهب خودشون رو داشته باشن و غیره، و همین جهت ارزشمند بوده. ولی در زمان کوروش هم، کوروش یک سیستم مونارکی ایران بوده که پادشاهان اون بالا نشسته بوده و قدرت رو اعمال میکرده و فقط مزیت یا برتری که داشته همون فهم حقوق بشر بوده که بسیار ارزشمنده و در دنیا به نام کوروش و ایران این داستان حقوق بشر ثبت شده. از دیگر نظام‌های در واقع جدید، کمونیسم یا همون مرام اشتراکیه که دیگه از همون نبود که کمی در موردش توضیح دادیم و عاقبتش هم خیلی شاید 40-50 سال پیش خیلی مشخص نبود، ولی آسیب‌هاشو دیدیم چه بلایی سر مردم آورد. در واقع یک نوع به نوعی دیکتاتوری، به نوعی تمامیت خواهی، و عرض به خدمت چون مرام اشتراکی میاد تمام سرمایه‌داری خصوصی رو میگیره و میخواد همه چی رو عمومی بکنه، از یک مدینه فاضله یا یوتوپیایی صحبت میکنه که هیچ وقت بهش نمیرسه و ریشه بسیاری از ظلم‌ها، تبعیض‌ها رو به وجود میاره. بعد سوسیالیسم یا جامعه گرایی رو صحبت کردیم که در واقع اندیشه‌ای بود که برای تصحیح کمونیسم به وجود اومده بود و اون هم در عمل به چالش هایی میرسید که هیچ وقت نمیتونست اون چیزی رو که قول داده اجرا بکنه، و بنابراین در دنیای غرب که خیلی هم بهش پردن، سوسیالیسم رو آورد تبدیلش کردن به یک نوع نگرش حزبی دیگه. حالا ساختار حکومتی نیست، ولی در ساختارهای حکومتی که غالبا جمهوری هستن، سوسیالیسم به عنوان یک حزب یا یک نوع نگرش نسبت به اون ساختار امروز مطرح میشه. و بعد دیکتاتوری نظامی رو صحبتش رو کردیم که نمونه های بسیار زیادی تو همین 60-70 سال گذشته داره، و صحبت اینو کردیم که دیکتاتوری نظامی نمیتونه بیشتر از یک دوره یا یک نسل ادامه پیدا بکنه و باید تغییر شکل بده که باهن میره به سمت پادشاهی یا میره به سمت جمهوری های مندرآوردی دیکتاتوری که دیگه معنی جمهوری ندارن. و نظام تمامیت خواه رو صحبت کردیم که ایران نمونه بارز این نظام. حالا این ساختارهایی که گفتم، ساختار تمامیت خواه، دیکتاتوری، سوسیالیسم، اینا میتونن خودشون به صورت یک ساختار کلی باشن، و ولی تونه یک نظامی از همه این خصیصه ها در خودش استفاده بکنه، برای اینکه اینا خیلی نزدیک به هم هستن و میتونن ملغمه ای از در واقع شعارهای مختلف رو با هم آمیخته بکنن و یا رفتارهای متفاوتی باشن. این بحث جلسه پیش بود. این جلسه خیلی خیلی به نظر من جذاب‌تر میشه. من خودم اینو خیلی دوست دارم، برای اینکه اشتباه فاحشی که این روزا مخصوصا تو صحنه سیاسی ایرانی ها میشه، یک دعوایی بین دوستان پادشاهی خواه و جمهوری هست که به جهت ناآگاهی در واقع به علم سیاست این دعوا خیلی دامنه دار و ریشه دار شده، چون هر دوی این دو گروه جمهوری خواه هستند به معنای واقعی و ساختاری، که حالا اون رو توضیح میدم چطور یه همچین چیزی اتفاق میفته. در نظام جمهوری نوین، فرق جمهوری و دموکراسی هم که حالا اشاره کردیم، دموکراسی در واقع حکومت مردم بود، ولی در دموکراسی مردم هر کدوم یک رأی دارن و بر اساس اون یک رأی تصمیم میگیرن. بعد تو حکومت دموکراسی اکثریت و اقلیت بسیار موضوع جدی میشه. بنابراین وقتی در مثالش رو بنجامین فرانکلین بهترین مثال رو میزنه، میگه دموکراسی یعنی دو تا گرگ با یه گوسفند بشینن رأی بدن که ناهار چی بخورن. حالا برعکسش دو تا گوسفند و یه گرگ هم بشه، باز میبینیم که چجور اکثریت به اقلیت غالب میشن
رفراندوم رو صحبت کردیم که از فرم‌های اصلی و اساسی دموکراسی و اینکه چقدر رفراندوم در ممالک مشکل دار مثل ایران در دوره حاضر میتونه خطرناک باشه، چون به سمت عوام‌گرایی میره یا اون سلیقه یا اعتقاد جمعی میتونه حاکم بشه و بقیه رو در تاثیر خودش قرار بده. جمهوری میاد کار رو برعکس میکنه، میاد میگه که مردم بیان نماینده هایی رو برای خودشون در نظر بگیرن و بعد این نماینده ها در واقع بر اساس یک قانون اساسی بشینن دور هم دیگه و تصمیم بگیرن و قوانین رو وضع بکنن و بعد اداره مملکت هم به همین ترتیب با سلسله مراتب توسط مردم پیش بره. این برتری جمهوری به دموکراسی در اون انتخاب در واقع ووتینگیه که برای نماینده ها صورت میگیره که اونجا میتونن یک بالانس خوبی رو بین اقلیت ها و اکثریت ها برقرار بکنن، ولی همچنان هیچ کدوم این نظام ها نمیتونه یک نظام پرفکت باشه، کامل باشه، به این جهت که اولین چیزی که یک نظام یا ساختار سیاسی بهش احتیاج داره در واقع باور به حقوق اولیه یا اصولی بشر هست و بعد حق و حقوق‌های دیگه‌ای که بتونه توازن رو و برابری رو بین مردم حفظ بکنه. پس اون نقش در واقع قانون قبل از رسیدن به ساختارهای سیاسی اینجا معلوم میشه که چگونه میتونه عمل کرده مثبت داشته باشه. نظام جمهوری نوین در واقع یه شیوه حکومتیه که بر پایه مردم سالاری دموکراتیکه. این دموکراتیک به معنای کلمه یعنی هر کسی باید صداش شنیده بشه، ولی در رأی گیری به یک اصول خودش رو در واقع رعایت میکنه و آزاد هستش. توی این شکل حکومت‌های در واقع جمهوری نوین قدرت موروثی نیست و عرض به خدمت شما بلا شرط نیست، مشروط هستش و حتی اون اسم مشروطه ای هم که ما در حدود 70-80 سال پیش در ایران داشتیم هم یک چنین تعریفی بوده که ما میایم در واقع قدرت رو مشروط میکنیم، حق دخالت ها رو مشروط میکنیم و اونجاست که مردم میتونن در سرنوشت خودشون عملکرد مثبت داشته باشن و بتونن نماینده هایی رو انتخاب بکنن که اینا یک قدرتی رو در حیطه قانون توی دست خودشون داشته باشن. اغلب حکومت‌های موفق دنیا امروز جمهوری هستن. حالا این شکل جمهوری‌ها ولی با هم دیگه فرق می‌کنه. بعضی‌ها جمهوری پادشاهی هستن، بعضی‌ها جمهوری ریاستی هستن، بعضی‌ها جمهوری فدرالی ریاستی هستن، بعضی‌ها جمهوری فدرالی پادشاهی هستن و در واقع اون بافت اصلی جمهوری که میشه مشارکت مردم در سرنوشت خودشون که به صورت رأی برابر هم نیست تعریف جمهوریه. حالا اینکه ساختار حکومتی چگونه چیده بشه و چه مزایا یا معایبی هر کدوم میتونه داشته باشه اونا رو بهش میپردازیم تو همین جلسه. چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که در نظام‌های جمهوری چون نمایندگان از طرف اقشار مردم با رأی‌گیری انتخاب میشن، همیشه احتمال فساد و به قدرت رسیدن یه تفکر یا حزب یا تشکلی هست که اون غالبا حمایت حداکثری یا اکثریت مردم رو با خودش داره و یا قدرت نفوذی داره بر اثر حالا مذهب یا سنت‌های قدیمیه که میتونه بر مردم مسلط بشه. اینجا جمهوری به خطر میفته و اون زیبایی کار جمهوری به اون قانون اساسی که درش نوشته میشه و قانون اساسی باید به تبع در واقع فرهنگ، باورها و طبیعت اجتماعی روانی مملکت نوشته بشه به نحوی که بتونه این توازن رو برقرار بکنه. اون بالاهای چپ و راست هم که وقت قبلا توضیح میدادیم یا احزاب بدیم اونجا توضیح دادم خدمتون که نه چپ به راست اولویت یا ارجحیت داره، نه راست به چپ اولویت و ارجحیت داره و در واقع اینا دو نوع نگرش مختلف هستن که لیبرالیسم اون وسط اینا قرار میگیره که آمیخته ای از جفتشونه. به همون ساختار و هدف کلی مملکت دارن نگاه میکنن، حضور هر دو مفیده و باید همیشه یک بالانسی بین اینها باشه. یعنی اگر در ساختاری چپ به قدرت زیادی برسه یا راست به قدرت زیادی برسه اون ساختار دیگه ساختار دموکراتیک نیست، از اون نظم خودش خارج میشه و زمینه فساد درش فراهم میشه. حالا برای جلوگیری از احتمال همون جبران ناپذیر فساد و قدرت، کشورهای متمدن که اومدن این ساختار جمهوری رو درست کردن و استفاده کردن، اومدن تصمیم گرفتن که بیان یک قوه دیگری رو هم به
قوه در واقع قانونگذاری و مجریه اضافه بکنن. یعنی قانون رو مردم نماینده هاشون انتخاب میکردن که اینا قوانین رو وضع بکنن و بعد مردم میان یک شخصی رو یا یک کابینه ای رو انتخاب میکنن که اینا بیان مدیریت بکنن مملکت رو. آمدن یک قوه سومی درست کردن که قوه قضاییه در واقع میشه، این رو کردن ضامن رعایت قانون. حالا در بعضی از مملکت ها این قوه سوم دیوان عالی کشور میشه، جودیش از توی قوه قضاییشون میاد بیرون، یه روح میشه، بعضی از کشورها یک شخص میشه و بعد در بعضی از کشورها سامانه پادشاهی یا پادشاه میشه اون نیروی قوه سوم که هدفش در واقع حضورش اونجا اینه که بتونه تضمین بکنه قانون اساسی کشور در طول زمان در طی تغییرات در واقع نماینده های حزبی در پی تغییرات سلیقه‌ای مردم، چون مردم ممکنه در یک دوره خیلی نگرش های ملی داشته باشن، در یک دوره نگرش های کارگری داشته باشن و غیره غیره، اونجا اون قوه سوم وظیفش اینه که مطمئن باشه بر طی این تغییراتی که توی نگرش مردم و سلیقه انتخاباتی مردم داره صورت میگیره قانون اساسی کشور پایمال نشه، زیر پا گذاشته نشه. که تو خیلی از کشورهایی که کراپشن یا در واقع حالا کراپشن یادم نمیاد فارسی چی میشه، آلودگی های سیاسی میاد وارد میشه، این قوه از بین میره و بعد میبینیم مثلا توی روسیه رئیس جمهور میاد، پوتین رئیس جمهور میشه و میماند دیگه، هم نمیرود، قوانین کشور رو هم عوض میکنه، شرایط رو جنگی اعلام میکنه، شرایط رو خاص اعلام میکنه، اسد دوباره همین کار رو میکنه، صدام حسین همین کار رو میکنه، خمینی همین کار رو میکنه و خیلی موارد دیگه ای رو داشتیم که حالا شاید حتی پادشاه آمده دخالت هایی رو کرده و قدرت رو به دست خودش گرفته، مملکت رو تکذیب کرده و یا کارهای دیگه ای کرده که باعث شده اون نظم در واقع اولیه کشور از بین بره. عرض به خدمت شما بکنم که گفتیم مردم میان در جمهوری به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نماینده هاشون رو انتخاب میکنن و اون نماینده ها در حیطه قانون اساسی که قبلا نوشته شده در همون حیطه شروع میکنن به قوانین پرداختن، قوانین جدیدتری رو وضع میکنن، قوانینی که احتیاج به تعمیر یا اصلاح داره رو اصلاح میکنن و بعد یک نهاد دیگه میشه نهاد ریاست جمهوری یا در بعضی از کشورها میشه پرایم مینستر، نخست وزیری، اون نهادی که میاد اداره مملکت رو به عهده میگیره و بعد یک نهاد سومی هم قرار میگیره که میشه نهاد قضایی، که نهاد قضایی حالا تو جمهوری ریاستی مثل آمریکا اگر باشه میاد یک دیوان عالی کشور یا سوپریم کورت اون بالا داره که بر یک سری مسائل که حالا دیرتر در همین جلسه توضیح میدم رسیدگی میکنه، یا کشورهایی هستن که پادشاهی هستن و پادشاه کنار قوه قضاییه در واقع با هم دیگه همکاری میکنن. از اینجا من دوست دارم چون من خودم یه سلیقه سیاسی دارم و اون سلیقه سیاسی میگه من انتخاب درست در شرایط فعلی به نظر من اینه، اون سلیقه است، چیز مهمی نیست و در واقع تعریفش هم همون جوری که گفتم به نظر من انتخاب درست در شرایط فعلی اینه و یک نظر معمولیه. فارغ از این نظر میخوام در مورد این سیستم ها با جزئیات بیشتری صحبت کنم. حرفای من هیچ کدوم معنیش نیست که یک سیستم به سیستم دیگه برتری داره، چون در همه این سیستم ها به همون اندازه‌ای که احتمال فساد هست احتمال رشد و پیشرفت هست و این در واقع به مطالبه گری مردم بستگی داره، به فهم مردم از قوانین، به قوانینی که وضع شده به عنوان قانون اساسی و نوع اجرای اون قوانین در مملکته. توی سیستم در واقع جمهوری ریاستی وقتی ما صحبت از دیوان عالی کشور میکنیم ما میخواییم اون شخص یا اون اشخاصی که اونجا هستن فراجناهی باشند، فراحزبی باشند، فرامذهبی باشند، فراتباری باشند، یعنی در واقع خودشون رو از همه این سلیقه ها جدا بکنن. در جمهوری ریاستی دیوان عالی کشور یک سمت انتصابیه، در واقع نمیان این رو انتخابیش بکنن که مردم رأی بدن. چرا این کار رو نمی کنن؟ به خاطر اینکه یکی از دلایل آلودگی سیستم یا به انحراف کشیده شدن سیستم میشه عوام‌گرایی یا تغییر سلیقه عمومی، و اگر سلیقه عمومی در رأی گیری نماینده مجلس رو انتخاب میکنه، اگر سلیقه عمومی یعنی همون دوباره اکثریتی میاد رئیس جمهور رو انتخاب میکنه، حالا در مجلس اینا برنامه ریزی هایی میکنن که اکثریت نتوانه انتخاب کنه، یعنی هر قشری بیاد نماینده خودش رو انتخاب کنه و هر منطقه هم نماینده خودش رو انتخاب بکنه، ولی
در رئیس جمهور یا نخست وزیر مستقیم اینا میتونن اکثریت بده انتخاب کنه، اینا همشون انتخابی میشن. پس این ترازوی در واقع سلیقه داره به سمت اون انتخاب عمومی میره. اونجا میان میگن خب این رکن سوم رو ما انتصابیش میکنیم، انتخابش میکنیم یا برای مادام العمر یا برای دوره‌های بسیار بسیار طولانی، که اگر مملکت وارد فراز و نشیب‌های سلیقه‌ای شد این رکن سوم سالم دست نخورده سر جای خودش بمونه. با وجود اینکه این رکن انتصابیه، ولی خب یک شخصی در سن مثلا 37 سالگی 40 سالگی با تجربه قضاوت کار کردن در دادگستری با رزومه خیلی خوب میاد از طریق رئیس جمهور انتخاب میشه برای مثلا ریاست سوپریم کورت یا همون دیوان عالی کشور، و گاهن هم تو بعضی از مملکت ها مجلس هم میاد به این صلاحیت میده، عدم صلاحیت یا صلاحیت میده. این فرد تا به اون سنی که رسیده، خب فراجناهی که نبوده که، این فرد تا به اون سنی که رسیده به واسطه اهمیت مشارکت مدنی خودش، پس یک حزبی رو تایید میکرده، یک اندیشه رو تایید میکرده، دنبالش بوده، تبلیغ میکرده و یک سابقه ای داره. حالا خیلی سخت میشه که وقتی این فرد رو انتخاب میکنی باید جامعه خیلی جامعه روشنفکر لیبرال و شفافی باشه که این شخص یا اشخاصی که اونجا انتخاب میشن اینا بتونن خودشون رو فراجناهی، فراحزبی، فرامذهبی، فراتباری بکنن که در جایگاهی که قرار دارن عادلانه رفتار بکنن. این چیزی نیست که نشدنی باشه، ولی سختی کار هست درش و به طبیعت اون مملکت، مردمان و اون بازی و شفافیت اونا هم خیلی بستگی داره. در سیستم پادشاهی وقتی میان پادشاه رو میگن موروثی میکنیم، همچنان این پادشاهی مشروطه. یعنی چی؟ یعنی یک اصولی رو قانون اساسی نوشته و اون اصول که قانون اساسی نوشته در مجلسی که مردم درش مشارکت داشتن تایید شده، تکمیل شده، اصلاح شده و باید اون پادشاه در همون حیطه ها کار بکنه. یعنی نمیتونه پاش رو فراتر بذاره. با وجود اینکه موروثی است، ولی همچنان مورد مؤاخذه و در واقع سوال پرسشگری قرار میگیره و هیچ استثنایی هم براش وجود نداره. و اونجا چرا میان اینو موروثیش میکنن؟ میگن خب ما میان اغلب با این ذهنیت میان که میگن ما میخوایم این شخصیت رو از کودکی به صورت فراجناهی، فراحزبی یا عرض به خدمت شما بکنم، فراتباری تربیتش کنیم، بهش اصول سیاسی پایه‌ای مهم رو آموزش بدیم و این شخص رو یا این خانواده رو ما در واقع برای این سمت بیهولدشون میکنن، نگرشون میدارن. اون کار خیلی مشکلیه. شاید هر کسی در یک دنیای سالم با تعاریف درست، هر کسی دلش نخواد اصلا پادشاه باشه یا جزء خانواده سلطنتی باشه، برای اینکه بسیار محدودیت های زیادی بهشون میشه. نمونش تو همین انگلستان بوده. برادر پادشاه کنونی وقتی که همسر غیر انگلیسی اختیار میکنه، آمریکایی اختیار میکنه، این خلاف قانون اساسی انگلستانه، اجبارش میکنن به اینکه باید طلاق بگیره و ایشون میاد اصلا سمت سلطنتی خودش رو لغو میکنه و ازش استعفا میده و میاد آمریکا زندگی میکنه. یا نمونه دیگه‌اش رو همون انگلستان دوباره پرنسس دایاناست که این شرایط، چون خودش از خانواده سلطنتی نیست و وارد میشه، این شرایط خفقان آوره براش، دوست نداره سلسله مراتبهاش رو دوست نداره و نتیجه به همون طلاق و بعدم مرگ مشکوکی که داشته، حالا به اونا دیگه مسئله کانسپیرسی یا شایعه است یا حقیقت داره به اون نمیپرسن. ولی مطلبم بر این است که با وجود اینکه اسم پادشاهی موروثی است، اما این پادشاه یک کارمند، تعریف کاریش در قانون اساسی نوشته شده و قوای مختلفی از مملکت هستند که بر این در واقع کار کرد دارن نظارت میکنن. قوه قضایی به نوعی داره نظارت میکنه، مجلس به نوعی داره نظارت میکنه و اونجا در رأس دولت هم، حالا یا پرایم مینستر یا رئیس جمهوره، به نوعی او هم حق دارد که در مواردی اگر ببینه که پادشاه داره در دخالت میکنه بیاد و از حقوق خودش استفاده کنه و در واقع اون نظم رو، اون بالانس رو برقرار بکنه. در نتیجه در جمهوری های مدرن این قوایی که عرض کردم خدمتتون به صورت، حالا یه سری تصویر هست، چارت هست که من اینا رو بعدا توی رشته توییتی میذارم ببینید، اینها به صورت رفت و برگشتی روی همدیگه نظارت میکنن و این نظارت هاست که میتونه در واقع تعیین تضمین بکنه که آینده مملکت چجور باشه. مثلا در
دوباره آمریکا رو براتون مثال میزنم، رئیس جمهور با رأی حد اکثری مردم انتخاب میشه، یعنی همه مردم میرن پای صندوق رأی. حالا اینجا چون دو حزب مطرح داره، اول هر حزبی برای خودش نماینده خودش رو انتخاب میکنه، طرفداراش انتخاب میکنن و نماینده ها وقتی میرن در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، دیگه حزب مطرح نیست، همه مردم میرن به سمت رأی دادن و اکثریت جامعه رئیس جمهور رو انتخاب میکنه. رئیس جمهور کابینه خودش رو انتخاب میکنه، از وایسش که میشه نمایندهش و بعد بیاد پایینتر تا وزراش رو انتخاب میکنه. همزمان مردم رفتن مشارکت کردن و نماینده های مجلسشون رو انتخاب کردن که حالا اینجا یک هاوس دارن، یک سنا دارن که یک سری از این نماینده ها به صورت کلی انتخاب میشن در سطح کشوری و یک سری ها دوباره در سطح استانی یا منطقه‌ای انتخاب میشن، که این انتخاب هم برای یک بلنس دارن که هم بشه به موارد منطقه‌ای بومی رسیدگی بشه در مجلس و هم بشه یک نگاه کلی کشوری وجود داشته باشه. و همین جهت هست که اینا میان در واقع دو مجلس رو انتخاب میکنن. همزمانی که رئیس جمهور اون بالا از مردم انتخاب شده، مجلس کار گفتیم کارش چیه؟ مجلس کارش اینه که به قانون اساسی زیر دستشه، متمم بهش اضافه میکنه یا گاهن میره چیزی رو اضافه کنه با خیلی سختگیری های اصولی که در قانون اساسی نوشته شده. رئیس جمهور در مقام خودش حق داره اینا اگر یه وقتی قانونی گذاشتن اون قانون رو وتو کنه، با دلایل خودش بیاد بگه رد میکنه، ولی نمیتونه بیاد ماشاءالله داریم حالا اون رو بهش نمیدونم، نمیتونه بیاد تو قانون گذاری دخالت کنه، فقط میتونه اون رو رد بکنه. از اون ور مجلسی ها میتوانند رئیس جمهور رو استیضاح کنن اگر جایی دقت کنن ببینن که رئیس جمهور اون قوانین رو درست اجرا نمیکنه یا داره کار عجیب غریبی میکنه، اینا به مؤاخذه میکشنش، استیضاح میکنن. این رابطه دو طرفه بین ایناست. همزمان قوه قضاییه وجود داره که دست این قوه در واقع سوپریم کورت یا همون دیوان عالی کشور وجود داره. گفتیم که نماینده های دیوان عالی اون قاضی های بالا انتصابی ان، مادام العمر انتخاب میشن، اونا رو رئیس جمهور انتخاب کنه ولی باید بفرسته مجلس، مجلس تاییدشون بکنه، در سمت خودشون قرار میگیرن. اونها در سمت خودشون قرار گرفتن، حق دارن قدرت رئیس جمهور رو وقتی که احساس کنن رئیس جمهور قانون اساسی مملکت رو زیر پا گذاشته ازش بگیرن. یعنی رئیس جمهور انتخاب میکنتش به صورت انتصابی مادام العمر، یعنی ممکنه یک رئیس جمهوری انتخاب کنه خودش 4 سال بعدی انتخاب نشه یا بعد از 8 سال دیگه نتونه کار بکنه، ولی این سمت اونجا پایبند میمونه و همزمان رئیس جمهور میتونه این سمت رو خلع بکنه با دلایل خودش و یک شخص جدید رو به مجلس معرفی بکنه، تاییدیه بگیره. و حالا این افرادی که اون بالا هستن هم این قدرت رو دارن که رئیس جمهور رو مورد مؤاخذه قرار بدن و اصلا سمتش رو ازش بگیرن اگر ببینن قوانین حقوق بشر، قوانین اساسی رو معذرت میخوام رعایت نمیکنه. و بین این سیستم قضایی و دوباره کانگرس یا همون مجلس هم دوباره یک رابطه وجود داره. نماینده های مجلس در واقع میان قاضی های فدرال، قاضی های ایالتی، حالا تو آمریکا این شکلیه، تو کشورهای دیگه شکلشون فرق کنه ولی همین ارتباط ها به نوعی حفظ میشه، اونا رو تایید میکنن برای مقامشون، همزمانی که قاضی ها هم میتوانن بگویند که یا قوه قضاییه میتونه بگی که قانونی که مجلس داره میذاره این قانون بر طبق اصول در واقع قوانین کانستیتوشنال یا قانون اساسی کشور هست یا نه. ببینید چطور اینا روی همدیگه نظارت میکنن، نگاه میکنن. فقط در اینجا ضعفی که وجود داشت این بود که اون سوپریم کورت افراد یه بک‌گراند‌ها یا پیشینه‌هایی دارن، پیشینه‌های سیاسی دارن که کار در موارد استثنایی بسیار دشوار میشه. نمونهش اتفاقا همین 4 سال پیش درگیری ترامپ بود با بایدن بر سر رأی‌گیری انتخاباتی، یعنی یک مسئله کاملا کانستیتوشنال، قانون اساسی مملکت. ترامپ ادعا میکرد که تقلده، اون گروه اونور میگفتن نه هیچ اتفاقی نیفتاده، اینا با هم دیگه درگیر میشن، هیچ راهی برای اثبات وجود نداره چون مدارکی معتبری نیست یا حالا سازمان‌ها به نوعی وابسته به هم دیگه هستن و نمیتونن درشون داخل بودن. اونجا عالی کشور وارد میشه و میاد میگه نظم رو من بر عهده میگیرم، منم که تصمیم نهایی رو میگیرم که کی درست میگه. که توی همون کیسی که در آمریکا اتفاق افتاد، رئیس دیوان عالی کشور گفت تقلبی صورت نگرفته، اما چون رئیس دیوان عالی کشور خودش یک دموکرات بسیار فعالی بوده قبل از اینکه به این سمت منصوب بشود، دوباره یه شک و شبهه در دل مردم به وجود آورد. مردم به قانون احترام گذاشتن ولی همچنان یک
تنش و کشمکشی در یک مملکت جوانی که خیلی هم سابقه یه تنش و کشمکش طولانی نداره برقرار شده که بسیار بی‌نظمی‌ها ایجاد کرده. حالا یه همچین چیزی رو ببرید در طبیعت کشورهای مختلف بذارید، اونایی که تاریخ‌های مختلف دارن یا تجربه‌های مختلف دارن، خودتون متوجه سختی کار میشین. سختی کار دلیل بر رد یا قبول مطلبی نیست. این همین داستان مشابه این داستان در یک نظام دیگه در انگلستان داره صورت میگیره. انگلستان هم اومده همین شکل رو در واقع داره. اونجا یک مجلس عوامی هست که اینها در واقع انتخاب میشن با رأی‌گیری مردم، به همون شکلی که خدمتتون عرض کردم. بعضی ها منطقه‌ای هستن، بعضی ها کشوری هستن. در کنار اونها یک پرایم مینستری هست که در واقع دولت رو داره کنترل میکنه و مملکت رو میچرخونه. کارش اینه که اون قوانین رو اجرا بکنه و برشون در واقع گاهی هم در همون اجرای قوانین ریزتری رو در حد سازمانهایی که دارن مملکت رو میچرخونن اعمال بکنه که باید اون قوانین پیروی از قانون اساسی بکنن. اونها یک مجلس دیگه ای دارن که House of Lords بهش میگن. اون مجلس انتصابیشونه در واقع، شبیه مجلس خبرگان، حالا اصلا تایید نمیکنم چیزی که جمهوری اسلامی داره، چون جمهوری اسلامی یک مسئله پینه بسیار متناقض و به هم ریخته است، ولی اسمایی که استفاده میکنن. یک مجلس دیگه ای هست که در واقع مجلس عوام داره نظارت میکنه و بعضی از قوانین رو اینا دوباره میرن بهش رسیدگی میکنن. فکر کنم شورای نگهبان شاید میشه، اشتباه گفتم. میره روی اون نگاه میکنه و مطمئن میشه که این قوانین دارن درست اجرا میشن و یه سری قوانین آن ریتن هم دارن که قبل از کانستیتوشن بوده، قبل از قانون اساسی بوده، که نانوشته ها، که اینا به اونها هم نظارت میکنن. همزمان کورت آف لام هست، یعنی در واقع دادگاه هم وجود داره، قوه قضاییه هم وجود داره و اون پرایمری رول اصلی اون بالا مثل دقیقا همون دیوان عالی کشور وجود داره که داره رسیدگی میکنه. ولی انگلستان به تبع شرایط فرهنگی و تاریخی خودش یک سامانه پادشاهی داره که اون سامانه پادشاهی در اون وسط قرار گرفته، خودش موظف به رعایت قانون اساسیه، ولی همزمان از وظایفش اینه که این قانون اساسی رو پیوسته و چسبیده نگه بداره. مملکت‌های معمول سیستم پادشاهی دارن که اینا از مجموعه ای از تبارها یا پادشاهی‌های کوچکتر در طول تاریخ ساخته شده باشن، که انگلستان یکی از اوناست که در فکر میکنم قرن دهم اینا اولین بار میان شکل پارلمانی رو به کینگدامشون میدن، اونم به این شکلی که پادشاه‌های کوچک دارن با هم دیگه کار میکنن، اینا با هم دیگه متحد میشن و یه دونه اگر اشتباه نکنم به انجلو ساکسون بهش میگفتن، یک پادشاه مرکزی رو درست میکنن و بعد یک مجلسی درست میکنن که بیشتر شبیه این مجلس لوردا بوده، یعنی در واقع همون توی مونارکی بوده، شکل هرمی بوده، ولی با هم دیگه میان توی حالت دموکراتیک. این پادشاه‌ها به هم میچسبن، دست به دست هم دیگه میدن. اونجا دموکراتیک بین پادشاه‌ها هنوز مردم در کار نیستن و بعد میان یک مجلسی هم درست میکنن که رأی بدن، که اون میشه ریشه همون در واقع مجلس لورد هاشون. و بعد میرسیم به قرن 17 هم. دیگه قرن 17 هم با اتحادیه‌های کارگری و این چیزا که به وجود میان، مشارکت مردمی میخواد بیشتر بشه. خود سامانه پادشاهی میاد خودش رو تغییر شکل میده و میگه ما دیگه نمیخوایم تو این حالت هرمی قرار بگیریم و میخوایم مردم در سرنوشت خودشون شرکت بکنن، که اولین مجلس در واقع مردمیشون هم به وجود میاد. ولی همچنان نقش پادشاه و سامانه پادشاهی، کلمه‌ای که میگن سمبولیکه، نه اینکه آقا هیچ نقشی نداره، نه اتفاقا بسیار براشون نقش نوشته شده، قوانین نوشته شده که در کجاها میتونن مداخله بکنن، مثل داستان بلژیک چند سال پیش که درگیری حزبی خیلی شدید به وجود اومد که این احزابی که داشتن اصلا نمیتونستن با هم دیگه صلح بکنن و مجلس هر جوری میرفت که به یک نتیجه برسه، نتیجه رأی‌گیری ها نمیرسید به اون حد نصابی که باید، و اونجا پادشاه، نهاد پادشاهی وارد عمل میشه، کنترل مملکت رو 2 سال بر اساس قانون اساسی همون وظایفی که بهش دادن به عهده میگیره. اونجا نمیتونه قانونی وضع بکنه، در واقع مثل همون مارشال یا یک حکومت نظامی، طور نمیگم نظامی، ولی یک قدرتی هم میاد وای میسه میگه اصلا همه چیز رو پاس بکنید، نگه بدارید تا مملکت به روال خودش ادامه بده و شما برید تو سرکله همدیگه بزنید تا به صلح برسید. 2 سال طول میکشه، کنترل مملکت در دست پادشاه و نهاد پادشاهی قرار میگیره. بعد از 2 سال احزاب میتونن به اون مرامنامه اشتراکی خودشون برسن و دوباره مملکت تحویل مجلس داده میشه و اینا میتونن ادامه رو بدن. اینجا میشه اون نقش سمبولیکی که میگن
معنیش اینه که پادشاه سمبل میهنه، پادشاه سمبل اون فکر کلی این امپراتوری یا این در واقع مجموعه پادشاهیه که این یه خورده شباهت هم به ایران داره، چون ایران هم در تاریخ خودش به همین نحو در واقع مدیریت یا منیج میشه. عرض به خدمت شما بکنم، دوباره اینجا تاکید میکنم که اون چیزی که ممالک رو از هم متمایز میکنه، جدا میکنه، اون اصول اولیه اعتقادی بین مردمه که بر اساس اونها قانون اساسی نوشته میشه. یعنی بسیاری از مشکلاتی که تبارهای ما در ایران داشتن در طول صده ها، حتی زمان معاصر، نه در طول صده ها داشتن، بیشتر تکیه بر همون باور جمعی داشتن. ما به قانون و حقوق بشر بعد از حمله اعراب دیگه میاد مسئله مذهبی خیلی باب میشه، میاد عرض به خدمت شما سنت خیلی پیچیده میشه، اونجاست که زمینه در واقع نابرابری و ناعدالتی ها شکل میگیره. اگر ما پایه رو از اونجا درست بکنیم و قوانین حقوق بشر در واقع قوانین اولیه که بین مردم نباید تبعیض باشه، همه حق مساوی دارن، اختیار مذهب باید دست خودشون باشه، باوراشون دست خودشون باشه، جدا باشه و چیزهای اینجوری که من از دوستان تقاضا میکنم جلساتی رو اختصاص بدیم، یک دو جلسه در مورد حقوق بشر یا سی اصل اصلی صحبت بکنیم، اون پایه است که مملکت رو سالم نگه می‌داره. وگرنه نه نهاد، نه جمهوری پادشاهی یا جمهوری ریاستی یا جمهوری ایالتی که حالا اونم الان یه مقداری در موردش توضیح میدم، اونا نیستن که دارن مملکت‌ها رو در واقع حفظ میکنن، اونا دارن قانون اساسی رو دنبال میکنن و اون نگرش، اون مطالبه گری مردم، اون هماهنگی مردم نسبت به رعایت اصول اولیه انسانی، شهروندی و مدنی است که داره مملکت رو نگه میداره. در مورد جمهوری فدرالی یا ایالتی هم حالا در موردش صحبت میکنیم، در واقع جمهوری ایالتی تعریف اینجوری که تقسیم اختیارات بین دولت فدرال میشه دولت اصلی یعنی کشور و دولت‌های در واقع زیربنایی یا واحدهای زیربنایی، حالا ایالتی میشن استانی. اینجا میاد یه تقسیمی بین این دوتا صورت میگیره که میگه آقا قدرت‌ها چجوری باشه، مسائل مهمی مثل مثلا امنیت، دفاع، سیاست‌های پولی، اقتصاد، اینا در سطح فدرال یا دولت مرکزی انجام میشه. موارد جزئی تری مثلا نگهداری از زیرساخت‌ها، سیستم آموزش پرورش در سطح یا مسائل فرهنگی در سطح منطقه‌ای اجرا میشه. اما باز اینجا یک اشتباهی که توی این روزها اتفاق میفته این داستان قدرته. همین میگن ما میخوایم قدرت خودمون داشته باشیم. اصلا یه همچین چیزی نیست که در جمهوری فدرالی قدرتی به کسی، قدرت که اصلا وجود نداره، قانون اساسی قدرت دستشه، نه حکومت فدرال یا حکومت اصلی و نه ایالت ها. در واقع اینا هیچ کدومشون قدرت ندارن، اینا مجری هن، اجرا میکنن بر اساس همون قانون اساسی که بعد اون لایه هایی هم که توضیح دادیم که اونا وایسادن مثل عقاب اون بالا سر که واضح باشن این قدرت دست کسی نیفته، قدرت دست هر شخصی یا هر نهادی یا هر اندیشهی بیفته فساد پذیره، برای اینکه انسان طبیعتش تغییر پذیره. ما شب میخوابیم، صبح پا میشیم، بر اثر یک سری عوارض حتی ممکنه غذایی که خوردیم اون آدمی که روز قبل نباشیم. بنابراین قدرت نباید هیچ وقت در دست شخص یا اندیشه ای بیفته. اندیشه هم به زمان خودش خیلی درست در میاد، چه بسا که خیلی ها توی اروپای شرقی و کشورهای دیگه وقتی اولین بار کمونیست رو شنیدن یا لنینیست رو خوندن احساس کردن که وای چه دنیای رنگی قشنگیه و اون موقع نمیدیدن چه بلایی دارن سر خودشون میارن. حالا بعد از گذشت 30 سال 40 سال متوجه شدن که چه اتفاق عجیبیه. به همین صورت مذهب هست، به همین صورت نگرش های دیگه هستش. معمولا جمهوری ایالتی به منظور متحد کردن خرده کشورها یا جوامعی که قبلا شکل گرفتن و از نظر ساختاری شباهت‌های بسیار زیادی دارند اصلا استفاده میشه، مثل دقیقاً ایالات متحده آمریکا. یعنی اینا میرن از استثمار انگلیس و فرانسه خودشون رو نجات میدن، کلونین، جوامع کوچک کوچکن، همشون اینجوری نیستن که یکیشون مثلا فقط فرانسوی باشه، یکیشون فقط تحت کلونی فرانسه بودن، تحت کلونی انگلستان بودن، ولی آدم ها بین اینها پخش شده بودن. اینا اومدن برای اتحاد، گفتن ما به همدیگه میچسبیم و
جمهوری فدرال رو به وجود آوردن. جمهوری فدرال وقتی که با بومیت، با تبار، با تفاوت‌های پایه‌ای فرهنگی آمیخته میشه خیلی خطرناک میشه و گاهن مشکل‌ساز. نمونهش رو توی کانادا داریم میبینیم. فقط یک استیت کبک هستن که اینا فرانسوی بودن، بقیه استیت هایی که انگلیسی بودن خودشون رو بیرون میارن از استعمار انگلستان و بعد اون فرانسوی ها میمونن، اونا میخوان برای خودشون یک کشور در دل این کشور داشته باشن، توافق میکنن که این حالتی رو حفظ بکنن، با هم زندگی مسالمت آمیز زیر یک پرچم داشته باشن که هنوزم زیر استثمار انگلیس هم اصلا کامل در نیومدن. ولی با همه این اوصاف چون اساسشون اختلاف فرانسوی انگلیسی بود، اونا خودشون رو مردم فرانسوی مهاجر میدونستن، اینا خودشون رو مردم انگلیسی مهاجر میدونستن، دو زبان در اون مملکت به وجود اومد. حالا تمام بسته‌بندی ها، اوراق دولتی، همه چیز باید هم به زبان فرانسوی نوشته بشه هم به زبان انگلیسی نوشته بشه. همچنان یک سری مردم هستن که به زبان فرانسوی صحبت میکنن در استیت کبک و اینا انگلیسی بلد نیستن و جمعیت حقوقی هست که انگلیسی صحبت میکنه، فرانسوی بلد نیستن و تفاوت‌های فرهنگی دارن. نگاهشون به مذهب خیلی با هم متفاوت بوده که توی 60 سال گذشته، 50 سال گذشته مشکلاتی حتی خورد که باعث مهاجرت یه دست کبک به استیت آنتاریو یا استیت‌های دیگه شد. فکر کنید دو گونه هستند، اینقدر با هم مشکل دارن و نمیتوانند بر سر همه چیز به طور یکسان با هم دیگه مدارا بکنن. قوانین راهنمایی رانندگیشون فرق می‌کنه، تابلوهاشون فرق می‌کنه و فقط دو تاست. حالا تصور کنید یک مملکتی که مثل ایران تبارهای مختلف داره که این تبارها از یک سری اصول اخلاقی، فرهنگی و سنتی خاص خودشون دارن پیروی میکنن، ضمن اینکه خب اون منطقه‌ای که کردهای عزیز هستن که فقط کرد نیست، الان تو طول این صدهای سال تهرانی هست، گیلک هست، عرب هست، ازدواج کردن، اون تو اهواز به همین صورته، تو گیلان به همین صورته. حالا حساب کنید که اینا بیان با یک اشتباهی خودشون رو از هم جدا کنن و فکر کنن میخوان قانونگذاری کنن و میخوان ارزش‌هاشون رو حفظ بکنن، هر کدوم بیان زبان خودشون رو بکنن زبان اصلی خودشون، یا هر کدومشون بیان به تبع اون باورهای بومی یا تباری که دارن بیان قوانین راهنمایی رانندگی برای خودشون بذارن یا قوانین قضاییشون رو عوض بکنن به واسطه باورهای مذهبی دارن. ببینید چه ملغمه‌ای درست میشه و چقدر این دیویژن، این جدایی سخت‌تر، شدیدتر و غیرقابل کنترل‌تر میشه. چرا؟ چون تمرکزشون روی قدرته و این اشتباه رو از روز اول در ذهن خودشون جا انداختن که مشکل تبعیض در ایران به خاطر قدرت بوده، در صورتی که نه، مشکل تبعیض در ایران به خاطر عدم باور قوانین حقوق بشر بوده. مشکل تبعیض در ایران به خاطر این بوده که همه به دنبال قدرتن و وقتی به قدرت رسیدن میخواستن بیان و اون عقاید و باورها و تاریخچه و پشتوانه تاریخی خودشون رو اعمال بکنن. این با یک تغییر ساختار سیاسی یا حکومتی که دو تصحیح نمیشه، اصلا بدتر میشه که بهتر نمیشه، این تغییر نگرشی میخواد. اینجاست که مردم ایران باید قوانین حقوق بشر رو یاد بگیرن، باید بیان برگردیم به سابقه تاریخی خودمون نگاه بکنیم، فرهنگ های تبارهای مختلف رو یاد بگیرن و بفهمیم که ما در چه حیطه هایی میتوانیم به مردم حکومت بکنیم، قانون براشون وضع بکنیم و در چه حیطه هایی باید مردم رو آزاد بذاریم تا با اون فرهنگ ها، سنت ها یا زبان های خودشون، هر چیزی که دارن، با اونها رشد بکنن و در یک تساوی و برابری برسن. که این تعریف اون دو مجلس عوام و لرد یا در واقع سنا یا مجلس معمولی آمریکا برای همینه که یک سری نماینده ها رو در سطح کشوری انتخاب میکنید، یک سری نماینده ها در سطح بومی و منطقه‌ای انتخاب میشن که وظیفه اون نماینده های بومی و منطقه‌ای زیر نظر همون قانون اساسی که از روز اول تبعیض رو رد کرده، از روز اول اختیار باور مردم رو به خودشون داده، میان سعی میکنن که بتوانن ارزش هاشون هم توی منطقه شون حفظ بکنن، مشکلات اقتصادیشون حفظ بکنن. گاهن حتی تصمیم گرفته میشه که مثلا نوعی که مالیات اعمال میشه به استان ها متفاوت باشه. این احتیاج نداره جمهوری فدرالی بشه، این یک نظام جمهوری ساده هم قابل اجرا هستن اگر قانونگذار روز اول بر اساس یک باور جمعی قوانین رو درست بنویسه. عرض به خدمت شما بکنم تمام این جنبندی هایی که دیدیم بر این بود که امروز اون چیزی که ما دنبالش هستیم جمهوریه، یعنی حکومت قانون، قانون که مردم در ساخت، تهیه و حفظ اون مشارکت مدنی و مستقیم داشته باشن و بعد میمونه بر سر اختلافات کوچک سلیقه‌ای یا تصمیماتی که بگه که آقا ما میخواهیم
این جمهوریمون به شکل ریاستی باشه، به شکل پادشاهی باشه، به شکل ایالتی باشه، و بعد بیایم بگیم که خب هر کدوم اینا هم باز با هم فرق میکنه. هر جو ایالتی مثل هم نیست، در کانادا جمهوری ایالتی، آمریکا هم جمهوری ایالتی، اونا سیستم بر اساس پادشاهی استعماری که حالا خودشون رو کشیدن بیرون از اون استعمار در واقع اصلی. آمریکا یک جمهوری استقلالیه که کامل خودش رو کشیده بیرون و کسی بالا سرش نیست، ولی خب فدرالی با تفاوت‌های زیرساختی بسیار متفاوت. اونجا ما تصمیم میگیریم که اون تفاوت‌ها اونجا کار مجلسه، یعنی ما اولین کاری که میکنیم در واقع برای ایران فردا باید وضعیت قانونگذاری رو مشخص بکنیم. یک قانون اساسی پایه‌ای باید نوشته بشه و این باید چه جوری نوشته بشه، اینم دوباره نمیتونه یک فرد یا یک اندیشه یا یک نهاد یا یک سازمان بنویسه. اینجا هم مردم باید به حالت جمهوری مشارکت بکنن، نماینده های قانون نویسی رو با یک حدود اختیارات سوادی، اینجا نماینده مجلس دیگه نیست که احتیاج به سواد نداشته باشه یا هر کسی بتونه توش بره، باید بگیم سواد قانونگذاری باید باشه، مثلا نماینده فرهنگی باید باشه و و و اینا، برن اونجا بشینن قوانین رو بر اساس قانون اساسی رو بر اساس باور جمعی که حقوق بشر، تکثرگرایی اینا درش هست بنویسن، بعد مردم پای صندوق‌های رأی برون، نماینده های مجلس خودشون رو انتخاب بکنن، اون نماینده های مجلس بیان دوباره قانون رو به حالت اجرایی تر تبدیلش بکنن. اینا میشه همون دوره گذاری که ما باید درش باشیم. و بعد که این اتفاق داره میفته، مردم میان، حالا اونا تصمیم میگیرن بر اساس رأی گیری، اونجا شاید یک رفراندومی صورت بگیره، ولی دیگه اون رفراندوم بر اساس رأی اکثریت نیست، رفراندومیه که بر از دل مجلس داره بیرون میاد، مجلسی که بر اساس قانون اساسی مدون، تمیز و سالم داره اجرا میشه، و بعد مردم بیان در مورد اون ساختاری که میخوان، اون ریزکاری ها، یک تصمیم کلی بگیرن و مملکت در روال خودش شروع به فعالیت بکنه. نهایت جنبندی من از این داستان اینه که مطالبه گری مردم، فهم مردم از قوانین، از حدود و اختیارات خودشون، از اون چی برای خودشون دوست دارن باید برای دیگران هم دوست داشته باشن. وقتی دموکراسی رو ما بهش اعتقاد داریم، میگه من آزادم حرف بزنم، این بخش کوچکی از دموکراسیه. شما همون موقعی که من آزادم حرف بزنم باید باور کنم که دیگران هم آزاد هستن صحبت بکنن، نظرات موافق و مخالف باید شنیده بشه، قدرت قضاوت از من شخص باید گرفته بشه، به یک سیستم قضایی درست داده بشه. روی اون اصول ما اونجا تازه میتونیم بریم تصمیم بگیریم که چه ساختاری میخوایم. من توصیه خودم به همه اینه که همه چیز رو فراموش کنیم، به یک موری، یعنی یک مشارکت مردمی ساختاری فکر بکنیم که در دل اون جمهوری تصمیم بگیریم که اون جمهوری شکلش بعداً میخوایم پادشاهی باشه یا میخوایم ریاستی باشه. و من خودم بعید میدونم فدرالی اصلا گزینه درستی برای ایران باشه، ولی خب برهم در فضای دموکراتیک یک حرفی که باید شنیده بشه. خیلی از لطفتون ممنونم. اگر دوستان فرانیوز به من اجازه بدن، جلسه بعدی و یک جلسه بعدتر در مورد حقوق بشر و سی اصل اولیه و اصلی حقوق بشر کمی صحبت کنیم که با اونها هم آشنا بشیم و یواش یواش خودمون رو آماده کنیم برای مطالبه گری. ممنونم هیربود عزیز، بسیار عالی. من چند تا نکته رو اینجا متذکر بشم. دوستان عزیز، ما همطور که اعلام کردیم در ابتدای اتاق، حتما در روزهای آینده اتاقی خواهیم بود فقط برای پرسش و پاسخ. بنابراین سوالهای خودتون رو حتما یادداشت بکنید. هیربود عزیز در کامنت ها 3 سوال پرسیده شده، به خاطر ضیق وقت ما نمیتونیم الان بهشون بپردازیم. حتما این سوالها رو سیو میکنیم که در جلسات بعد با شما به اشتراک بذاریم و در موردش گفتگو کنیم. دوستان عزیز، اینجا وقتی که در رادیو فرانیوز ما گفتگو رو شکل میدیم، هیچ گونه تعصبی یا دیدگاه خاصی رو نسبت به یک تفاوت، یک نگرش نداریم. اینجا میایم با شما به اشتراک میذاریم تا یک دیسکورس شکل بگیره، یک گفتگو شکل بگیره و بعد بتونیم از اون یک اتفاق خوب و جامع رو به دست بیاریم. دو تا نکته هیربود عزیز هست که من همینجا در حضور دوستان با شما عنوان میکنم که شما راجع به اینها بعد در جلسه با هم گفتگو کنیم. یکی در مورد مذهب گفتید و متاسفانه وقتی من قانون مشروطیت ایران رو مطالعه میکنم، نقش مذهب رو اینقدر پررنگ میبینم در قانون اساسی مشروطه که نمیتونم هیچ ارتباطی باهاش برقرار بکنم. گفتمانی هست در بین کسانی که همفکر من هستن، من خودم رو جدا نمیکنم، غالبم نمیکنم، دوستانی هستن که با هم گفتگو میکنیم، فکر میکنیم که ما تا مشکل مذهب رو در تفکر و گفتمان سیاسی نتونیم حل بکنیم، نتیجه مطلوبی برامون حاصل نخواهد شد. این مسئله اول.
در دنیای دموکراتیک امروز، در جمهوری ها یا پادشاهی ها یا که شما مثال زدید، این موضوع حل شده هست و ما این در فرهنگ خودمون و در سرزمین خودمون هنوز نتونستیم این مشکل رو حل بکنیم. مسئله بعد، شما در مورد جمهوری ایالتی یا فدرالی عنوان کردید که جمهوری به شکلی شکل میگیره که از کشورها یا ایالتهای از هم پاشیده میان و جمع میشن و این جمهوری ها شکل میگیره، که من دو مثال نقص رو براش دارم، یکی آلمان هست و دیگری هند هست. حالا دوست دارم که در حضور دوستان در جلسات بعدها که حالا جلوتر که رفتیم خواستیم به صورت خاص صحبت بکنیم راجع به نوع حکومت ها، مطلوب بودنشون و تفکراتی که بتونن دفاع کنن و رد کنن به صورت منطقی، از شما دعوت میکنم که در مورد این موضوع هم با هم صحبت بکنیم. ما فردا در خدمت سرکار خانم دکتر مهدی توکلی هستیم، روال سه‌شنبه های ما هست. چهارشنبه دعوت کردم از دوستی که در دانمارک زندگی میکنن و کار قضایی دارن انجام میدن، یه خورده تحقیق بکنن، به عنوان مثال یک کشوری رو بیان اینجا و با شما دوستان به اشتراک بذارن. این کار رو تکرار خواهیم کرد، کشورهای مختلف دنیا، کسانی که دارن کار میکنن، زندگی کردن و آگاهی کامل دارن، حتما بیان و یکی یکی اینها رو هم بگن و این موضوع بره جلو تا ببینیم چه دستاوردی رو میتونیم اینجا برای شما عزیزان داشته باشیم. تمام اتاق‌های فرانیوز در اکانت فرانیوز ضبط شده هست. گفتگوهای مثل گفتگوی هیربو، گفتگوهای خانم توکلی داره بازسازی میشه که به صورت پادکست‌های کوتاه و جامع و سرتاش زده بشه و مشکلی در مورد وقت شما براتون پیش نیاد و بتونیم به راحتی گوش بدین. در یوتیوب فرانیوز به زودی به اشتراک گذاشته خواهد شد. هر گونه سوال، نقد و پرسشی هم دارید با ما در میان بگذارید، حتما در سر فرصت بهش رسیدگی میکنیم. اگر میبینید پرسشی، گفتگویی و یا موضوعی که شما مطرح کردید بی پاسخ مونده، از حجم کار ما هست، از بی ادبی ما یا بی توجهی به شما نیست. ما تعدادمون بسیار کم هست و سعی میکنیم کوتاه کوتاه و پله به پله به همه این موضوعات رسیدگی کنیم. پیروز جان، اگر کامنتی داری اجازه بده که محسود مسعودی رو بشنویم. محسود جان درود میفرستم، خسته نباشید، امیدوارم که در سلامت و صحت باشید و بعد برمیگردیم با هیربود جمع‌بندی می‌کنیم. بفرمایید محسود. درود بر شما جناب ورکیانی، هیربود گرامی و همگی دوستان که در این اسپیس حضور دارن. من بسیار سپاسگزارم از احوال پرسیتون. یک در واقع گزارش خیلی خیلی کوتاه بدم، اینکه من یک سری اقداماتی انجام دادم در راستای پاسخگو کردن دستگاه قضایی در کانادا برای پیگیری مسئله عوامل جمهوری اسلامی و همکاران اونها در کانادا، که به زودی دربارش اطلاع رسانی میکنم. فکر کنم همین امروز بتونم این کار انجام بدم. دیگر این که من از آغاز اتاق متاسفانه نبودم و به بیشتر بخشای بحث هیربود عزیز رو از دست دارم، اما چند تا کامنت فقط داشتم، نه پرسش، چند تا کامنت داشتم، چون فقط همون رو اونها رو به طور فشرده عرض میکنم. فکر کنم هیربود جان گفتن کانادا رو هم زیر جمهوری ایالتی دسته‌بندی کردن، شاید ایشون تعریف دیگری از جمهوری در سخن دادن، اما به هر صورت سیستم کانادا بسیار بسیار شبیه به سیستم انگلستان و پادشاهی مشروطه است. و درباره کبک هم گفته شد که اونجا مثلا قوانین خودشون دارن، قوانین استانی خودشون دارن. این درباره تمام استانهای کانادا برقراره و بریتیش کلمبیا با آنتریو، با آلبرتا، اینها مثلا قوانین راهنمایی‌شون تفاوتایی داره، تابلوهاشون متفاوتن اینها، و خاص کبک نیست. دوم این که من فکر میکنم در بحث‌های آینده این اگر بازتر بشه، این پیوند مسئله قدرت با سیاست، من فکر میکنم یک مقدار بهش اونطور که باید شاید پرداخته نشد، شاید در بحث بعد بیشتر پرداخته خواهد شد، اما به باور من و اون چیزی که تجربه کردم، سیاست بیش از آن چیزی که هیربو جان گفتن با قدرت آمیخته است. ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگی داره. این که گفته میشه که مثلا حاکمیت قانون اینها، این به این معنی نیستش که واقعا قانون حاکم است، به این معناست که توازن قدرت ها به گونه ای باید باشه که قانون در واقع سرلوحه اعمال قرار بگیره. این یک چیز ایدئالیست و در کمتر جایی در جهان همچین چیزی ما میبینیم. مثلا من از خود هیربو جان گفت آورد بیارم که گفتن مثلا من در اینجا حرف بزنم، آزادی ابراز نظر یا آزادی بیان هم اونم اتفاقا با وسیله قدرته، با بهترین قانون روی کاغذ
دولت میتونه کاری بکنه در صورتی که قدرتش متوازن نشه با قدرت‌های دیگر و پاسخگو نشه، میتونه همون رو هم کامل با تبصره‌های مختلف در واقع محدود بکنه. مسئله دیگر هم درباره این گفته شد که مردم ایران برن حقوق بشر رو یاد بگیرن تا همه چی درست بشه. من فکر میکنم خب درست قوانین جمهوری اسلامی بسیار متحجرانه است و قوانین این سمت جهان در جهان غرب بسیار در واقع پیشروان است، اما اینجا ما صحبت حکومت ها رو میدونم که نداریم، صحبت مردم رو داریم میکنیم. به باور خود من میزان تعهد مردم ایران به حقوق اساسی بشر بسیار بیشتر از میانگین این تعهد در کشورهای دموکراتیک غربی است. مردم ایران حاضرن برای حقوق اساسی خودشون جونشون رو کف دستشون بگیرن و حتی جونشون رو هم از دست بدن. همچین چیزی رو ما کمتر در میبینیم و بسیار در واقع مردم مطیعن به نسبت اتفاق مردم ایران که زیر سرکوب یک حکومت متحجر به سر میبرن. مردم غرب حداقل در کانادا، آمریکا یک مقدار باز بهتره، ولی مثلا در کانادا اینطور که من میبینم میزان تعهد مردم کمتر است به حقوق اساسی خودشون تا مثلا اون تعهدی که ما از مردم ایران میبینیم. من فکر میکنم اینجا یک مقدار بیمهری شد نسبت به مردم ایران که به نظر من یک نقش بسیار پیشرویی دارن در شناخت حقوق اساسی و در احترام به اون و در جانفشانی که برای دستیابی به حقوق اساسی خودشون میکنن. این چند نکته رو خواستم در خدمتتون عرض کنم. سپاسگزارم از زمانی که به من دادید. مرسی. ممنون و متشکرم مسعود جان. ایبو جان اگر در یک 4-5 دقیقه جمع‌بندی کنید ممنون و متشکر میشم. شما رو بشنم. بله خیلی ممنون. مرسی مسعود جان از نقدتون. عرض به خدمتتون میگه مثال قدیمی میگه بی بی از بی چادری خونه نشینه. من متخصص علوم سیاسی نیستم ولی در واقع این جلسات رو این برقرار کردیم که یک مفاهیم پایه‌ای فقط مطرح بشه و دوستان خودشون زحمت بکشن مطالعه بکنن و بعد باب گفتگو باز بشه بین متخصصین که بیان همدیگر رو به چالش بکشن و در مورد جزئیات در واقع این ساختارها با هم صحبت بکنم. اونجایی هم که از اسم جمهوری استفاده کردم خیلی پایه‌ای، چون صحبت می‌کردیم اصلا ساختارها همشون جمهوری هم. پادشاهی پارلمانی هم به معنای کلمه‌ای یک نوع جمهوریه، یعنی مشارکت مردمی در واقع در حق سرنوشتشون، این چنین از اون اسم استفاده شد. عرض به خدمتتون من چندین بار قبلا هم گفتم یکی از قدم‌های مثبتی که به سمت آینده بهتر باید برداریم اینه که اندیشه ها، افکار، نظرات، دیدگاه های مختلف رو بسنجیم، ببینیم، بشنویم با هم دیگه و از مجموع اینا هر شخصی به یک نتیجه گیری برسیم که صرفا کسی دنبال آقای اکس یا من یا خانم وای قرار بگیره و حرفا رو به صورت مطلق صحیح یا غلط بدونه، اونجاست که ما میخوریم به یک جامعه سیاه و سفیدی که دائم دارن بر سر هیچ با هم دیگه میجنگن. حقوق بشر هم که خدمتون عرض کردم باز بکنین به منباب آشنایی، همه چیز با مطالبه گری به نظر من شروع میشه و من تمام تلاشم رو دارم میکنم که این فرهنگ پرسشگری و مطالبه گری جا بیفته و از فرهنگای بدی که در ما نهادینه شده مثل منبر نشستن، مثل سمت و سوگیری، از اینا پرهیز بکنیم تا به اون چیزی که شما مسعود جان بهش اشاره میکرد که گفتن بیمهری شده، نه منم خیلی اون رو میبینم، منم دوست دارم اون بیاد بیرون، من دوست دارم اون خصیصه های خوبمون بیاد بیرون و در واقع اون خصیصه هایی هم که باعث شده که چالش های سختی رو تو طول زمان باهاش برخونیم یواش یواش با دیدنشون، با فهمشون، با اینکه فقط بتونیم وارد مکالمه بشیم کنار بذاریم. خیلی ممنون از این موقعیتی که به من دادید و هفته دیگه در خدمتتون. ممنونم، متشکرم. من عذرخواهی میکنم از منیره عزیز، ما تقریبا 20 دقیقه از زمانمونم گذشته. ابتدای اتاقم عرض کردم خدمت همه شما عزیزان، ما مایک نداریم توی اتاق روزهای دوشنبه برای که گفتگو جامع منقطع بشه و بعد در طول هفته سعی میکنم با هیبور عزیز هماهنگ کنم و ازشون خواهش بکنم برای پنجشنبه به ما وقت بدن تا ما پنجشنبه در اتاق رادیو فرانیوز هیبور داشته باشیم که جلسات پرسش و پاسخ باشه و یک گفتگوی شکل بگیره. همینطور که جلوتر بریم اتفاقهای بهتری خواهد افتاد، اندیشمندان بیشتری به جمع ما اضافه خواهند شد، حرفهای همدیگر رو به چالش میکشیم، تفکراتمون رو نقد و بررسی میکنیم و هیچ گونه تعصبی بر باورهای شخصی خودمون اینجا نداریم. این رو با تمام صداقت هم میگم و منیر جان عذرخواهی من رو خواهشان بپذیر
به خاطری که تایم های بعدیمون به مشکل برخورد کنه. دوستان عزیز، تا فردا در رادیو فرانیوز گفتگو با مهدی توکلی عزیز در بحث روانشناسی شما رو بدرود میگم. تا درود دیگر.